الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلى الله عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و همراهان گرامی چه حاضران و چه غایبانی که از راه دور صدای ما رو میشنوند و تصویر ما رو میبینند امروز جلسه دهم از سلسله جلسات شرح آتشکده نیر تبریزی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. طبق روال کتاب و دیوان شریف آتشکده امروز به ذکر شهادت حضرت امام حسین علیه السلام میرسیم. همونطور که عرض کردم این کتاب با روالی که خود جناب نیر در نظر داشته بخش بخش اومده و هر کدوم از شهادت‌ها رو در جایی ذکر کرده و در حقیقت شهادت یاران و همچنین اصحاب امام حسین رو در هر بخش به طور کامل شرح داده و در این قسمت هست که شهادت امام حسین علیه السلام شروع میشه و با تفصیل کامل تمامی اون اتفاقاتی که افتاده چه در زمانی که حضرت از خیمه‌گاه خداحافظی میکنه و به سمت میدان میره و چه بحث‌هایی که در ضمن جنگاوری و رشادت‌هایی که از حضرت دیده شده اینها رو ذکر میکنه و نقل میکنه و سپس بعضی معجزاتی که در اون لحظات آخر اتفاق افتاده اینها رو بیان میکنه و سپس شهادت حضرت. انشاءالله این بخش ها رو یک به یک خواهیم کن تا هر جایی که قسمت بود و توانستیم اینها رو ادامه میدیم، به نیت اینکه انشاءالله تمامی آتشکده نیر تبریزی رو در این دوره چند قسمت بتونیم قرائت و تفسیر بکنیم. خب شهادت حضرت امام حسین علیه السلام که بعد از شهادت همه یاران در حقیقت اتفاق میفته و حتی خب جناب علی اصغر که طفل شش ماهه امام بودند و ذکر شهادتشون رو در روز تاسوعا به صورت آنلاین خدمت شما عزیزان ارائه کردیم، این شهادت هم اتفاق افتاد. به شهادت حضرت عبدالله ابن حسن که باز قرائت شد خدمتتون این هم اتفاق افتاده و در حقیقت امام حسین علیه السلام یکی و تنها در میان همه این فوج خصمان و دشمنان به تنهایی باقی مونده و عازم جبهه نبرد میشه. تقریبا حول و حوش ساعت یا دو ساعت بعد از نماز ظهر که حضرت نماز ظهر رو ادامه می کنند با باقی مانده اصحاب و سپس اصحاب یک به یک شهید می شند و در حقیقت آن دور عاشقانه به حضرت امام حسین علیه السلام می رسند. خب ابیات رو می خونیم و در عین خواندن قرائت ابیات توضیحات رو خدمتتون عرض خواهیم کرد. ذکر شهادت حضرت امام حسین علیه السلام. وقت آن شد که کشد کلک نزار چون نی از دل ناله های زار زار. کلک نزار یعنی همان قلم شاعر. شاعر به قلم خودش اشاره میکنه، میگه وقت آن رسید که این قلم نحیف از دل ناله های زار زار بیرون میکشن. برنگارد داستان شاه را، قصه پرغصه جانکاه را. لبز خون ناب عامه تر کند، دم به دم شور حسینی سر کند. این خب عامه یعنی مرکب یا جوهر.
این قلم رو که وقتی به داخل جوهر فرو میکنه، این رو لب تر کردن از خون تشبیه میکنه. لبز خون ناب آمه تر کند، دم به دم شور حسینی سر کند. افکند شور از نوای الفراق، در حجاز از پرده پوشان عراق. پرده پوشان عراق اشاره به اهل بیت داره که در درون خیمگاه ها نوای الفراق و نوای جدایی سر می دهند. برکشد زین چامه ماتم کده، خرمن گردون به نار موسده. چامه به معنی شعر هست. از درون این شعر سراسر غم و ماتم، آتشی بریارد و گردون و همه افلاک را به آتش بکشد. مام تنها چون به میدان بلا، از پس یاران خدیو کربلا. وقتی در میدان بلا خدیو کربلا یعنی شاه کربلا تنها ماند از پس یاران بعد از شهادت یاران، سر توحید خداوند ودود شد مجرد از اضافات و حدود. حضرت عبدالله سر توحید خداوند ودود هست که در اون لحظات آخر مثل خود وجود خداوندی از تمامی اضافات و تکسرها خالص شده. تقریبا هر چه که داشته در راه خدا هدیه داده و فدا کرده در برابر مقام خداوند، چه فرزندان، چه مال، چه جا، همه داشته های خود را از همه داشته های خود دست شسته و همه اونها را فدا کرده، خالص خالص شده، هیچ پیوندی و دلبستگی دیگه باقی نمونده در اون دست. و همین اوصاف، اوصاف خود خداوندی هست و اون بنده‌ای که به این اوصاف متصف میشه در حقیقت اوصاف الهی پیدا میکنه در وجود خودش. یک به یک شد در ره جانان نثار، هرچه در گنجینه در شاهوار. همه این گوهرهای وجودی در ره جانان یکی یکی نثار شده. وقتی این اتفاق افتاد، حسن جانان پرده از رخ برگوش بود. اون وقت هستش که معشوق ابد و ازل رخ نمایی میکنه، به صورت عریان در برابر عاشق ظاهر میشه. وقتی این اضافات و حدود از بین رفت، در اون وقت هست که معشوق ازل جلوه نمایی در برابر دیدگان عاشق میشه. و در اون لحظات آخر در حقیقت خب روایت ها همین رو نشون میدن، یعنی گفتن که چهره حضرت ابا عبدالله رفته رفته گلگونه تر و سرخ تر میشد و وقتی خیمگاه رو داشتن حضرت ترک میکردن، اون اهل بیت حضرت زینب فرمودن که وقتی اقدام کردن که دیگه جدا بشن و خداحافظی کردن که برن، چنان رفتن که مثل اینکه ما رو نمیشناسن. یعنی از هر چیزی، هر پیوستگی قطع کردن و بریدن. با این حال حسن جانان پرده از رخ برگشود، برق غیرت سوخت یک سر هرچه بود. این مسئله رو به غیرت الهی تشبیه میکنن در عرفان، یعنی میگن که وقتی معشوق غیرتمند هست و هیچ وقت حضور عاشق، حضور معشوق دیگری رو در برابر دیدگان عاشق تحمل نمی‌کنه. معشوق فقط دوست داره که خودش باشه و خودش، هیچ اضافات و حدودی نباشه. و بنابراین به خاطر این غیرت که در وجود معشوق هست نسبت به عاشق، این غیرت باعث میشه که همه اون ماسوالله و همه غیر خداوندی ها
از بین برن و یک سر بسوزن. این هم در حقیقت توصیفی هست بر این روابط در حقیقت عاشقانه بین عاشق و معشوق. حسن جانان پرده از رخ برگشود، برق غیرت سوخت یک سر هرچه بود، سوی خرگاه امامت تافت رو، روز روشن خور به مغرب شد فرو. در حقیقت حضرت عبدالله رفتنشون به سمت خیمگاه رو به غروب آفتاب در میان روز روشن تشبیه می کنند. خواهران چون عقد در بستند صف، گرد آن شه گوهر درج شرف. تمامی خواهران و دختران حضرت به دور حضرت جمع شدند در خیمگاه. دختران چون اختران روشنش، انجمن گشتند در پیرامونش. بانوان نادان به دورش با حنین، تمامی بانوان به دورش حنین را نمی کردند. در فلک بر سرزنان روح الامین، حضرت جبرائیل در آسمان هفتم بر سر خود می زند. توصیت را آن شهنشاه حجاز، حقه لب بر تکلم کرد باز. حضرت شروع به وصیت می کند. گفت که ای پوشیده رویان حجیز، نیست کس را از اجل روی گریز. هیچ کس از مرگ روی گریز ندارد. چون شوم من کشته در دست عدو، سینه نشکافید و مخراشید رو. این نوحه و عزاداری خودتون رو از حد بیشتر نکنید. زینهار ای بانوان مستمند، مستمند یعنی درمانده، که صدا سازید بر موی بلند، با صدای بلند نادهگذاری نکنید. خواهرا ای مونس غمخوار من، این رو خطاب به حضرت زینب می‌فرماید. خواهرا ای مونس غمخوار من، خوش پرستاری کن از بیمار من. از امام سجاد، حضرت سجاد خوش پرستاری کن. چون شوم من کشته در راه خدا، اهل بیت من مکن از خود جدا. این حرکت های حضرت زینب در بعد از روز عاشورا و در حقیقت اون سیطره‌ای که بر امور پیدا می کنند و با شجاعت این اهل بیت رو در اون مسیر اسارت تا شام می برند و به مدینه برمی گردانند، این واقعا از معجزات الهی است و ایشون با اون قدرت الوهی که در وجودشون احساس می کردند در پس این واقعه کربلا، در واقع یک معجزه ای رو رقم زدن که تمامی این اسرا رو حفظ کردند از تمامی آفات و بلایایی که بعدها احتمال داشت براشون پیش بیاد و اونها رو تونستن که به مدینه برگردن. کین غریبان کاندر این صحرا درند، آشیان گم کرده مرغ بی پرند. اینها غریبانی هستند که آشیانه اینها رو فردا خواهند، امشب خواهند سوزاند. اینها مانند مرغان بیاشیان رو به صحرا خواهند گذاشت. چون به یغما دست یازد خصم چیر، خواهرا مگذار طفلان سر. وقتی اینها شروع کردن به غارت کردن، ای خواهر من، این کودکان و طفلان کوچک را به قولی فرو مگذار و مواظب اینها. چون غزالان سر در این صحرا نهند، روسوی صیاد بی پروا نهند. اینها کودکانی هستند که از وحشت امکان داره برگردند و به سوی خود این دشمنان بدوند. تا توانت هست میکش نازشان، تا رسانی بر مدینه بازشان. خواهرا از کف مده پای شکی، که بود اجر صبوران بی حسیب. اجر صابران بدون حساب هست.
از حد و حساب بالاتر هست. در فراق من صبوری پیش گیر، اعتبار از رفتگان خویش گیر. هرچه زیرو هند در بالا و زیر، جمله زین مرگند آخر ناگزیر. همه مخلوقاتی که دارای روح هستند از اجل روی گریز ندارند و همه طعم مرگ را خواهند چشید. چون سخن با اهل بیت راد کرد، رو به سوی خواجه سجاد کرد. در اون لحظه برمیگرده و حضرت با امام سجاد علیه السلام صحبت میکنه. خب لحظات آخر زندگانی یک ولی الهی است و این ولایت از اون ولی الهی به ولی بعدی در حقیقت قرار انتقال پیدا کنه. من در این موارد انشاءالله در آینده بیشتر صحبت خواهم کرد، ولی یک روایتی رو که قبلا خوندم اون رو خدمتتون عرض بکنم. در مورد حضرت امام جواد علیه السلام باید باشه اگر درست به خاطر بیارم، که ایشون در مورد امام علی نقی هست فکر میکنم، که ایشون در مدینه بودن و پدر گرامیشون در بغداد بودن در زمان شهادت. حضرت امام علی نقی علیه السلام نشسته بودن، ناگهان میفرماید انا لله و انا الیه راجعون. از اصحابشون میپرسن که چه شده، میفرماید که فکر میکنم پدرم در بغداد به شهادت رسید. میگن که از کجا این رو متوجه شده؟ میگه الان یک حس وحدانیت و توحیدی به من دست داد که قبل از این حس رو هیچ وقت نداشتم. در برابر خدا، در برابر خداوند یک حس ذلت به من دست داد که این حد از ذلت و بندگی رو من تاکنون حس نکرده بود. این همون حس ولایت هست و انتقال ولایت. در حقیقت این مسئله در بین اولیای معاصر هم به وجود اومده. یعنی بعضا مثلا یک ولی الهی بوده، یک نفر رو گفته که این فرد بعد از من ولی شما خواهد بود. اونها هم این گزارش ها رو دارن که بعد از مرگ این ولی الهی ما هم همچین حس غریبی در درونمون به وجود اومد. در حقیقت این مسئله انتقال است و در مورد امامت این مسئله در حد اعلا است که ولایت از امامی به امام دیگر منتقل میشه. در حقیقت چون سخن با اهل بیت راد کرد، رو به سوی خواجه سجاد کرد. گفت که فرزان فرزند مهین، طاعتت را گردن امکان رهین. طاعت به قولی اطاعت کردن از شما را تمامی ممکنات در عالم، تمامی خلقت برگردن داره. یعنی بعد از من تمامی این خلقت زیر لوای طاعت از فرمانهای شما قرار می. چون کشم من رخت از این دیر کهن، هین توی گنجور علم من لدن. وقتی من این خاک رو، این زمین رو ترک می کنم، این عالم ناسوت رو ترک می کنم، تمامی این عالم گردن در گرو اوامر تو خواهد سپرد. حالا این چطور اتفاق می افته؟ این رو هم من عرض خواهم کرد. چند بیتی بریم جلوتر که انشاءالله در مورد اینها هم صحبت بکنیم. هرچه میراث نبوت زان توست، اینها میراث های نبوت هست. در دیدگاه شیعه تمامی انبیا وقتی هر ولیی بعد از ولی دیگر میآید، اون خلیفه خداوند در روی زمین هست، خلیفت الله هست. در حقیقت این خلیفت اللهی منتقل میشه به صورت ارث از هر نبی به نبی دیگر انتقال پیدا میکنه تا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه. و بعد از حضرت محمد به ائمه کرام یک به یک منتقل میشه تا به دست امام زمان علیه السلام رسیده و
اون شرایط دیگه در حالت آشکار و به قولی مبینش از بین رفته و حالت غیبت وجود داره که در این مورد هم بحث ها بسیار هست. پس این میراث نبوت در اون زمان در حضور حضرت امام حسین علیه السلام بود و بعد از شهادت ایشون به امام سجاد علیه السلام میرسه. هرچه میراث نبوت زان توست، ملک هستی جمله در فرمان توست. دست دست توست در ملک وجود، ای به صلب بلبشر سر وجود. ای به بیماران دم پاکت شفا، چون شوم من کشته از تیغ جفا. وقتی من از تیغ جفا کشته شدم، این غریبان را ببر سوی وطن، این غریبان رو به مدینه ببر. زان سپس گو با رسول مؤتمن، مؤتمن یعنی امین، برو به سر قبر از مزار حضرت رسول و با حضرت رسول اکرم بگو یا رسول الله حسینت کشته شد، پیکر پاکش به خون آغشته شد. خواهران و دخترانش شد اسیر، چون پری در دست دیوان شریر. کوفیان از گلشنت بهر نظر، بارها بستند از گلهای تر. این اهل بیت رو سوار این شتران بی جهاز کردند و بردند در کوفه. این اهل بیت عصمت و طهارت رو در منظر دیدگان ناپاک این کوفیان قرار داد. حتی بعضا گفته میشه که معجر اینها رو هم از سرشون کشیده بودن. کوفیان از گلشنت، از این گلشن نبوت، از این گلهای نبوت بهر نظر، بارها بستند از گلهای تر. جای آن سر که از کنارت دور شد، گه به دیر و گه به بزم سور شد. اون رأس مطهری که جایگاهش در آغوش پیغمبر بود، این بار گاه به بزم سور ابن زیاد و یزید رفت و گاه در مسیر در دیر راهب قرار گرفت. این بگفت و بانوان بدرود کرد، رو به سوی کعبه مقصود کرد. حضرت خداحافظی نهایی رو انجام میده و به سمت میدان حرکت میکنه. دخت شه بارید بر دامن گوهر، گفت استسلمتن الموت ای پدر. دختر حضرت ابا عبدالله شروع به گریه میکنه، میگه ای پدر آیا تسلیم مرگ شدی؟ گفت چون ندهد کسی بر مرگ تن، ای بلا کش دختر مهروی من. که نیاری مانده و نیاورش، رفته عباس و علی اکبرش. چگونه تن به مرگ ندهم ای دختر گرامی، وقتی که هیچ یار و یاوری برای من نمونده و عباس و اکبر هم به شهادت رسیدن. خود به خون دستر نیالودی کسم، داغ مرگ این دو تن بودی بسن. نیازی نیست اینها دست به خون من بیالان. همین غم از دست دادن این عزیز برای من کافی است. گفت پس ما را از این دشت مهور، باز کش بر مرقد پاک رسول. پس ای پدر با اعجاز امامت خودت ما رو از اینجا به مدینه ببر، ما رو در اینجا در این دشت هولناک به قولی تنها نگذار. گفت شه هیهات از این وهم شگر، این وهمی بیش نیست. ره به ساحل نیست این دریای ژرف، از این دریای طوفانزا راهی به ساحل نیست. در حقیقت ائمه کرام
معجزاتی داشتن، ولی در وقت زندگی عادی واقعا مانند انسان‌های عادی زندگی کردن. و ما خواهیم دید که نیر هم به اینا کامل اشاره کرده که این خواست خداوند بوده که ائمه با تمامی این قدرت تکوینی که در دستانشون بود و به چشم به هم زدنی دنیا رو میتونستن کنفیکن بکنن، ولی تسلیم اوامر الهی بودن و خواست خداوند شهادت حسین بود و اسیر شدن اهل بیت. گر قطار را آفتی در پی نبود، نیمه شب در آشیان خوش می‌غنود. قطار یک پرنده‌ای هست، حضرت در موقع خداحافظی این روایت در کتب معتبر هست، وقتی دخترشون این رو گفتن گفته لفتر کل قطا لنا، قطا پرنده هستش که اگر کاری با کارش نداشته باشن خیلی به آرامی در گوشه میگیره و میخوابه. در حقیقت میگه اینها هستند که من رو به قولی در این حادثه در تنگنا قرار دادن. ما تصویرمون از واقعه عاشورا تصاویر متعدد هست. بعضی ها این حرکت حسینی رو به قیام تشبیه کردن و گفتن که امام حسین در برابر ظلم قیام کرد، در حالی که سیره ائمه این مسئله رو به ما نشون نمیده و شرایط اتفاق افتاده و اون اطلاعاتی که از این قضیه داریم این نشون میده که این قیام نبوده. دلیل اصلی این مسئله هم همراهی خانواده امام حسین با امام حسین. کسی که بخواد قیام بکنه یا جنگی رو شروع بکنه هیچ وقت خانواده و کودکان و فرزندان خودش رو با خودش همراه نمیکنه. کسی که بخواد قیامی بکنه ابتداءً برای جمع کردن اون افراد همده تلاش میکنه، کاری که زبیر فرزند زبیر در حقیقت در مکه کرد. اگر حسین ابن علی در فکر این بود که قیامی رو شروع بکنه خیلی راحت‌تر میتونست در مکه این کار رو انجام بده، افراد رو جمع بکنه، اعلام قیام بکنه، مکه رو اصلا ترک نکنه. چطور فرزند زبیر تونست این کار رو بکنه ولی امام حسین نتونه؟ ما از تمامی این اتفاقات و سخنانی که از امام حسین شنیدیم در حقیقت این برداشت رو میتونیم بکنیم که حضرت یک نافرمانی مدنی رو در پیش گرفته بود. حرفش این بود که من با آدم فاسدی مثل یزید بیعت نمی کنم. آیا عدم بیعت جزاش کشته شدن هست؟ این سنت پیامبر نبود. پس پیامبر خیلی ها بیعت نکرده بودن، با حضرت علی هم خیلی ها بیعت نکرده بودن، اصلا با خلفای قبل از حضرت علی هم خیلی ها بیعت نکرده بودن، کسی اونها رو به قتل محکوم نکرده بود. کسی که بیعت نمی کرد چرای خودش رو داشت؟ اولا از بیت المال اون بهره رو نمی برد که بقیه داشتن، یعنی بیت المال حالا در زمان حضرت علی حتی با اون کسانی که دشمنش بودن همین اتفاق رو یعنی اون خانواده کسانی که باش جنگ کرده بودن اونها هم حتی سهمشون از بیت المال از دست ندادن بعد از کشته شدن. ولی در مورد خلفای دیگر هم عدم بیعت همچین جزایی نداشت و حضرت در حقیقت میخواست که اعتراض خودش رو به این شیوه زمامداری، به این فساد موجود، به این سرکوب و به قولی تنگنایی که در جامعه موجود و آورده بودن نشون بده. و خب با توجه به این که در مدینه تهدیدات زیادی بود و در مکه هم تهدیدات ادامه داشت، ایشون سعی کرد که به کوفه بره، که در کوفه خب دوستان اهل بیت در ظاهر بیشتر بودن، ولی متاسفانه دوستان به قولی کاهلی در پیش گرفتند و دشمنان هرچه بیشتر فوج اومدند و این حادثه رو رقم زدند. از طرفی هم که خب یزید و یزیدیان هم سختگیری در پیش گرفتند و خواستند که حضرت رو به سمت ذلت ببرند و پیام حضرت امام حسین این بود که هیهات من الذلت، ذلت از ما دور هست، ذلت فقط در برابر خداوند امکان و در برابر ما سوى الله هیچ ذلتی برگردن ما قرار نمیده. این کلیت شمای اون حادثه کربلا هست و حضرت هم اینجا میگه اگه اینها با من کاری نداشتن من که با اینها کاری نداشتم.
چند باری هم ازشون تقاضا کرد که به سمت یمن بره یا به سمت ایران بره، ولی باز اجازه ندادند. گر قطا را آفتی در پی نبود، نیمه شب در آشیان خوش می‌غنود. زین بیابان نیست کس را ره به در، دخترا از این تمنا در گذر. تا فروزان است شمع محفلم، بر مزن آتش ز گریه بر دلم. تا زمانی که من در قید حیات هستم و به شهادت نرسیدم، با این گریه هایت بر دل من آتش نزن. چون مبدل گردد، چون مبدل بر خزان گردد بهار، آن تو و آن گریه های زار. بگذار این بهار به خزان مبدل بشه، بگذار شهادت فرا برسه، بعد از آن تو و آن گریه های زار. شهریار از خیمه بیرون زد قدم، در فغان از پی غزالان حرم. چون ندیدش کس که آرد مرکبش، بار پیش آورد نالان زینبش. رسم بود کسانی که به جنگ می رفتن، به خاطر این سنگینی زره هایی که می پوشیدن، خیلی سخت بود سوار شدن بر اسب. و کسی این اسب را می آورد نگه می داشت، بعضن زانو می زدن تا اون فرد جنگاور پا روی زانو بگذاره و بعد بتونه سوار اسب بشه. و در اون لحظه آخر کسی باقی نمونده بود که اسب رو بیاره و حضرت به کمک ایشون بتونه سوار اسب بشه. در اون لحظه می بینن که حضرت زینب اسب حضرت رو میاره به نزدیک. این رو در روایات خیلی نقل کرده که چندین بار این خواهر و برادر از شدت غم و غصه و از اون آتشی که وجود داشت و ضعفی که وجود داشت، حضرت زینب تلاش میکنه امام حسین رو کمک کنه تا سوار اسب بشه، ولی هر دو به زمین میخوره. خواهر و برادر همدیگه رو بغل میکنن، گریه میکنن، حضرت زینب گریهش بند نمیاد. در اون لحظه حضرت امام حسین دستش رو بر سینه مبارک حضرت میذاره و حضرت زینب میگه در اون درس آرامشی در وجود من به وجود اومد و اون حالتی به وجود اومد که با اون حالت من تونستم تا نهایت این طریق رو بتونم طی بکنم. چون ندیدش کس که آورد مرکبش، بار پیش آورد نالان زینبش. گفت بالله ای شهنشاه زمن، هیچ دیدستی بده انصاف من. خواهری چون من که خود با دست خیش، اسب من دارد برادر را به پیش. داد خواهر را تسلی شاه عشق، گفت سهل است این همه در راه عشق. شد مکین چون آفتابی بر هلال، بر روی زین قرار گرفت، بر سریر زین خدیو ذوالجلال. راند سوی عرصه میدان کمید، اسب رو به سوی میدان راند. داغ حسرت ماند و چشم اهل بیت. شد میان مرکز میدان مکین، نقطه توحید رب العالمین. پس ندا آمد به ارواح گزین، که فرود آیید نک سوی زمین. به ارواح بلند آسمانی ندا آمد که بیایید و این صحنه رو تماشا بکنید. و یک به یک این ملائکه فرود آمدند و روی زمین کردند. و در قسمت‌های بعدی خواهیم خوند که چطور یک به یک اینها میان و به حضور امام حسین میگن که ما میتونیم شما رو یاری بکنیم و حضرت با هر کدوم سوال و جوابی میکنه. اینها خب در روایات اومده، اینها زیاد اینطور نیستش که ما بگیم حتما اتفاق افتاده، اینها رو از روایت ها در آوردن، ولی بسیار زیباست و جناب نیر اینها رو خیلی زیباتر آورده و به شعر کشیده. پس ندا آمد به ارواح گزین، که فرود آیید نک سوی زمین. بنگرید آن شاه اورنگ بلا، که چسان ساز تازد همی سوی بلا. یک سر از جان و جهان سیر آمده، تشنه سوی جوی
شمشیر آمده، عزم خود را از ازل ناورده فسق، در وفا ذکر اوائل کرده نسق. عزم خودش رو از اون عهدی که با خداوند در ازل بسته بود، از اون هیچ تغییری در عزم خودش به وجود نیاورده و در وفاداری همه داستانهای وفاداری که قبل از خودش اومده بود رو اونها رو نسخ کرده. رنگ پرداز نقوش کافنون، چون کشد نیل فنا بر رخ ز خون. اون کسی که اون قدرت کن فیکن در دستش هست، ببینید چطور این نیل فنا رو بر رخ از خون میکشد. نیل فنا بر رخ کشیدن یعنی رو به فنا رفتن. نیلی کبود در حقیقت نشانه فنا بود در گذشته و بعدها این سیاه جای کبودی رو گرفته. آنکه ابر از وی کند یاری طلب، نک دهد جان در بیابان خشک لب. ابرها از وجود حضرت یاری طلب میکنند. الان خود این حضرت داره تشنه لب در بیابان جان میده. خب در این قسمت من میخواستم بیشتر توضیح بدم که چطور امر کن فیکن در دست ولی هست. خب ما در ابتدا خوندیم که این اسرار خلقت هست که از وحدت چطور کثرت به وجود اومده و اولین نوری که خداوند خلق کرده و تمامی نورهای بعدی از آن نور به وجود اومده، نور محمدی و یا نور حضرت محمد صلوات الله علیه هست. و بعد از اون انوار ائمه خلق شدن و بعد از اون از انوار ائمه نورهای انبیا خلق شدن. و این نورها نه این که در زمانی خلق شده باشند، بلکه در حال خلق مدام هستند. حتی زمان هم در حال خلق مدام هست. یعنی این خلقت هر لحظه نو نو میشه و این نو نو شدن از طریق این وجودها و نورهای برتر امکان پذیر میشه. حالا سوال این هست، این جسم وجودی که در برابر ما به عنوان حسین ابن علی میشنازیم، این چه نسبتی با اون نور اعلا داره؟ در حقیقت عرفا میگن که این جسم و یا این وجود زمینی در حقیقت اعلاترین تجلی اون نور در روی زمین در این زمان هست. امکان داره تجلیات دیگری هم در همه اعصار و در جاهای دیگه داشته باشه، ولی مبرهن‌ترین تجلی ایشون در قالب اون جسم فیزیکی و در اون برهه زمان اتفاق افتاده. در حقیقت اون جسم فیزیکی و اون حالت روحی که در اون لحظات هست، بخشی از تجلی اون نور اعلا هست، ولی همون حکم اون رو در اون لحظه داره و در حقیقت با اون نسبتی که با اون نور ایجاد میکنه، همین قدرت رو در جهان میتونه ساری و جاری بکنه. خلقت هر لحظه در دستان اون ولی الهی از طریق وجود اون ولی الهی در این جهان شکل میگیره. ابر از اون به قولی قدرت پیدا میکنه، قدرت بارندگی پیدا میکنه. حتی تیغی که اون مولکول ها و اتم های اون تیغی که به صورت فلز در اومده و لحظاتی بعد بر روی حلقوم مبارک ابا عبدالله قرار فرود بیاد، اون هم خلقتش رو از وجود این نور متعالی گرفته. هر چیزی که در عالم هست این نسبت رو داره. انشاءالله در آینده در این مورد بیشتر بحث میکنیم و این رو در حقیقت در ذهنمون باید بنشونیم که چطور این اتفاق میتونه حقیقت پیدا بکنه و اتفاق بیفته. آن که تیغ از وی ستد برندگی، هشته زیر تیغ سر در بندگی. آن که از وی برده نیرو خصم دون، کرده در دست عدو خود را زبون. حتی این لشکر دشمن هم نیرو و حیاتشون رو از وجود ابا عبدالله میگیرن. با این وجود ایشون خودش رو در برابر اونها زبون کرده. آن که دارد رشته جانها به کف، این روحها و حیاتها از اون مسیر ساری و جاری میشه.
آنکه دارد رشته جانها به کف، جان به کف آورده در میدان تف. زان چه ده جز محبوب یک تا شسته دست، اکبر و عباس و قاسم هرچه هست. جز معبود یک تا از همه چیز دست شسته. گرچه تا بوده است دور روزگار، عاشقان را با بلا بوده است. این عادت دور روزگار هست، این عالم هست که عاشقان بلاکش بودن، جور حبیب کشیدن. این خاصیت عشق بوده و هست. عشق یحیی را میان تشت زر، پیش افریت لعینی برد سر. حضرت یحیی که از پیامبران بزرگ بود، به خاطر همین عشق بود که سرش رو در درون تشت در پیش اون پادشاه یا اون افریت که در حقیقت میگن شیطان بوده که در قالب ممثل شده بوده، در پیش اون آوردند. جایی یوسف کرد قعر چاه را، برد در آتش خلیل الله را. در بلا افکند صد ایوب را، کرد از یوسف جدا یعقوب را. جا به یونس داد در ظلمات غم، همچو بر جرجیس در چاه ظلم. همه اینها اتفاقات ناگواری بود و بلایایی بود که بر اولیای الهی اتفاق افتاده، و همه اینها به خاطر همین رابطه عاشق و معشوقی بود که خداوند معشوق ازل بود، و این اولیا به خاطر عشقی که در وجودشون فروزان شده بود آماده تحمل هر گونه بلا بودند. عشق از این بسیار کردست و کند، عاشقان بردار کردست و کند. لیک اگر عشق این و اینش ابتلاست، عاشقی کار حسین کربلاست. اندر این صحرا جز او دیار نیست، صعوه را بر قاف عنقا بار نیست. اون اوج وحدت رفتن کار هر گنجشکی نیست. سیمرغ و به قولی انقایی لازم است تا بر قاف وحدت برهد. جز حسین این ره به سر نابرده کس، هیچ کس راه عاشقی رو به نهایت به غیر از حسین به پایان نبرده. جز حسین این ره به سر نابرده کس، عشق اگر این است عاشق اوست. بس. خب زمان داریم، میتونیم اون بخش های بعدی هم تا حدی جلو بریم و بخونیم. اشاره کرد جناب نیر که این ندای آسمانی اومد که ای ارواح گزین، از آسمان به زمین بیایید و شاهد این صحنه بشید. حالا یک به یک این فرشته ها و اجنه و اینها میان و به حضور حضرت امام حسین میرسن تا کمک کنن و یاری برسانن به حضرت. آمدن جبرئیل به یاری امام حسین علیه السلام. جبرئیل آمد شتابان بر زمین، از فراز عرش رب العالمین. دید صحرایی سراسر لاله‌زار. ببینید صحنه تلخ شهادت رو چقدر میخواد زیبا تصویر کنه. این شهیدان مثل لاله‌هایی هستند سربریده. دید صحرایی سراسر لاله‌زار، ارغوان در وی قطاراً در قطار. چهره‌های آتشین برگ گلش، زلف‌های عنبرافشان سنبلش. جوی‌ها در وی روان اما ز خون. باقی رو داره تصویر می‌کنه که درخت و گل و سبزه و زیبایی داره، اما تلخی‌هاش رو ببینید چطور به تصویر می‌کشه. جوی‌هایی که در این باغ هست جوی خون هست. جوی‌ها در وی روان اما ز خون. سرم‌هایی بر لب جو، سرهایی بر لب ما سرنگون. سرها یک به یک سرنگون شدن.
غنچه های ناشده از آب سیر، اندرو خندان ولی از زخم تیر. هر یکی از این زخم ها رو به غنچه تشبیه میکنه که خندان هستن ولی از زخم تیر. چشم نرگس رفته از مستی ز هوش، سوسنان با ده زبان در وی خموش. سوسن گلی هست که ده گل برگ داره و در ادبیات فارسی به عنوان زبان آور و تکلم کننده از اون یاد میشه. میگه این سوسن هایی بودن، هر کدوم دارای نطق فصیح اما خاموش در اون بستان خوابیده. اندلیبان اندران بستان کده، بلبلانی که در آن بستان کده بودن، در فغان هر سو رده اندر رده. اینها هم اون اهل بیت که در خیمگاه هستند و فغان می کنند. گفت که فرمانده ملک وجود، الان جبرئیل اومده به حضور حضرت ابا عبدالله داره با ایشون مکالمه می کنه. گفت که فرمانده ملک وجود، پیش داور دستم از یزدان درود. از پیش خداوند پیامی برای تو آوردن. گفت برگو ای برید کوگیا، از جانب معشوق پیامی اومده و نزد عاشق. جواب عاشق چی هست؟ گفت برگو ای برید کوگیا، برید یعنی نام رسان. گفت برگو ای برید کوگیا، تا به پیغامش کنم صد جان نثار. به پیغام اون معشوق صد جانم رو نثار بکنم. گفت برگو ای برید کوی یار، تا به پیغامش کنم صد جان نثار. گفت فرمودت که ای سالار عشق، خداوند خطاب به ابا عبدالله می فرماید. گفت فرمودت که ای سالار عشق، ای ز تو بالا گرفته کار عشق. کار عشق با تو بالا گرفته، به مراحل خاصی رسیده. گر نبودی بود تو آدم نبود، امتزاج طینت آدم نبود. خود تویی مقصود از خلق عباد. این اشاره داره به اون حدیث قدسی که خطاب به پیامبر خداوند فرمود لولاک لما خلقت الافلاک، اگر به خاطر نور وجود تو نبود من افلاک رو نمی آفریدم. به همون نسبت همین ولی الهی یعنی امام حسین هم همون نسبت رو داره، یعنی لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نبودی این عالم رو خلق نمی کردم. این در عرفان هست که وجود اولیای الهی و این عشق بازی اونها هست که دلیل خلقت هست، و الا این خلقت به چه ماند؟ چه دلیلی دارد؟ چه چیزی دارد این خدمت؟ مگر این تکرار مکررات و به قولی این غم و اندوهی که در این عالم هست، چه چیزی در این عالم وجود دارد که دلیل خلقت بوده باشد؟ اگر خالقی هست، اونو خوندیم در جلسه قبل، کنتو کنزم مخفیم، من گنج مخفی بودم که میخواستم شناخته بشم. و خلق تو دکی اورف، و خلق کردم که شناخته بشن. اگر گنج مخفی بوده و این گنج خواسته که شناخته بشه، این را شناسنده لازم هست. شناسنده کی هست؟ همون عارف، همون عاشق که با مسیر عشق میره به سمت معبود و معبود رو درک میکنه. پس همه این عالم در حقیقت به خاطر همین عرفان معرفت، و این معرفت به خاطر عشق هست. این محبت هم نتیجه دانش هست. مولانا میگه که این عشق و این محبت هم نتیجه معرفت هست در حقیقت. خود میفرماید گر نبودی بود تو عالم نبود، امتزاج طینت آدم نبود. خود توی مقصود از خلق عباد، بی تو عالم را به سر گو خاک باد.
ما نکردیم این شهادت بر تو حد، ما این شهادت رو بر تو حتمی نکردیم، ای جلال کبریایی بر تو خرف، عزم تو بس در وفای عهد تو. خدا من میفرماید که عزم تو و نیت تو برای جانفشانی برای ما کافی هست، مثل این که عهدت رو به سر برده ای. ما قبول داریم رو، ما نکردیم این شهادت بر تو ختم، ای جلال کبریایی بر تو ختم، عزم تو بس در وفای عهد تو، شد نیت قائم مقام عهد تو. همین نیت تو جانشین وفای به عهد تو میتونه باشه برای ما. بس تو را در خون تپیدن اکبرت، خون به جای شیر خوردن اسخرت. همین که اکبرت در خون تپید و اسخرت به جای شیر خون خورد، بس است. خواه کش خواه کشته باش ای شاه عشق، هیچ کم ناید تو را از جا، چه کشته بشی و چه بکشی جاه عشق تو تغییر نخواهد کرد، بلندای سرمنزل عاشقانه تو تغییر نخواهد کرد. گر کشی جان جهان نک زان توست، یک بیت رو سگرد شدیم، خواه جان بستان و خواه جان می سپار، یار آن یار است و مهر آن مهر یار. هیچ فرقی در مهر خداوند نسبت به تو به وجود نخواهد آمد. گر کشی جان جهان نک زان توست، هوش عزرائیل بر فرمان توست. اگر اذن بدهی گوش عزرائیل به فرمان تو هست، همه اینها رو در اینجا هلاک میکنه. کشته گردی بر شهیدان شه تویی، اما اگر کشته بشی شاه شهیدان خواهی بود. خونبهایت ما ذبیح الله، خونبهای تو خود خداوند خواهد بود و تو ذبیح الله هست. داد پاسخ شاه با روح الامین، که امین وحی رب العالمین، بسته ای مهدی من و شاه وجود، من همانم عهد آن عهدی که بود، ما در ازل یک عهدی با هم بسته، من همان هستم و عهد همان عهد، عاشق جانانه را با جان چه کار، من در حال عشق بازیم، من در فکر جان نیستم، عاشق جانانه را با جان چه کار، درد کز یار است با درمان چه کار. جبرئیلا این که بینی نی منم، اوست یک سر من همین پیراهنم، چیزی از حسین باقی نمونده، پیراهنی بیش باقی نمونده، سراسر وجود خداوندیست در من تجلی کرده، از من چیزی باقی نمانده. زو فزودم آنچه از خود کاستم، هرچه که از من کم شد به جای اون کمی از خداوند اضافه شد در وجود من. اگر بخشی از وجود من به خاطر اکبر کنده شد، اگر بخشی از وجود من به خاطر اصغر کم شد، جای اون رو خود خدا گرفت. جبرئیلا این که بینی می منم، اوست یک سر من همین پیراهنم، زو فزودم آنچه از خود کاستم، من خود این آتش به جان می خواستم. گر من از هر دو جهان بیگانه ام، گنج پنهانی است در ویرانه ام. این که تو می بینی هیچ چیز حتی جانم ارزشی در برابر دیدگان من نداره، از همه چیز دست رستم به خاطر گنجیست که در درون سینه ویرانه هم وجود داره. این سینه ای که از خم این رو لحظه به لحظه ویرانه کردن، اما گنجی در درون این سینه وجود داره. گفت شاها خواهرانت بی کس است. جبرئیل میگه که این شاه زمین و زمان، خواهرانت بی کس میمونند. گفت او خود بی کسان را مونس است، اون خودش مونس این بی کسان خواهد بود. گفت چشم دخترانت در ره است،
گفت عشق از دیدن غیر اکمه هست. عشق ماسه والله رو نمیتونه ببینه، چه دختری چه پسری. عاشق چیزی در برابر دیدگانش نمیتونه وجود داشته باشه به غیر از معشوق. گفت ترسم زینبت گردد اسیر، گفت سوی اوست از هر سو مسیر. مسیر با ساد یعنی اون راه بازگشت. همه ما انا لله و انا الیه راجعون، هر کسی به سمت خداوند باز خواهد گشت و این مسیر معنوی ما برای بازگشت هست. میگه که خواهرت اسیر میشه، میگه اشکالی نداره، اون اسارت اون راه مختص زینب هست برای رسیدن به خداوند. اون هم مسیرش اونطور مقدر شده. گفت ترسم زینبت گردد اسیر، گفت سوی اوست از هر سو مسیر. گفت سجادت فتاده بی طبیب، گفت بیماریش خوش دارد طبیب. خدا دوست داره که اون بیمار بمونه. گفت بهرت آب حیوان آورم، آب حیات برات بیارم. گفت من از تشنگی آن سوترم، من از این تشنگی و آتش رد شدم، به یک وادی دیگه قدم گذاشتم. جبرئیلا من ز جو بگذشته ام، آب حیوان را در آن سو هشته ام. من از این جوی حیات و این خلقت و این زمین و زمان، از این جوها رد شدم، در یک وادی دیگری هستم. گفت خواهد شد سرت زیب سنان، گفت او باش او چو می خواهد شد. سرت زینت نیزه ها خواهد شد. گفت اشکالی نداره، اگر اون اونطور میخواد، اگر معشوق اینطور میخواد، من هم به اون خوش هستم. گفت جان باشد متاعی بس گران، برخسان مفروش یوسف رایگان. این جان متاع گرانی هست، این رو بر پست ها بر این افراد فرومایه رایگان نفروش. گفت جانی را که جانان خونبهاست، جبرئیل را رایگان خواندن خطاست. خونبهای من خود جانان، حضرت جانان هست، تو چطور این رایگان میخوانی؟ گفت آوردستم از غیبت سپاه، تا کنند این قوم کافر دل تباه. سیلی از فرشتگان رو آوردم که یاری تو بکنند و همه این دشمنان رو از بین ببرند. گفت مهلن خود زمن دارد مدد، جبرئیل آن سپاه بیردن. همون سپاه تو هم از من مدد میگیره. هستی ایشان همه از هست ماست، رشته تدبیرشان در دست ماست. آنکه با تدبیر او گردد فلک، کی بود محتاج امداد ملک. اون کسی که این افلاک با تدبیر اون در چرخش هست، کی محتاج ملائکه خواهد بود. گر فشانم دست ریزم زاستین، صد هزاران جبرئیل راستین. من اگر آستین بتکانم، صد هزار جبرئیل از آستین من به زمین می‌ریزد. جبرئیلا باب من بودت ممد، که شدی حق را به پاسخ مستعد. این روایت هست که وقتی خداوند حضرت جبرئیل را آفرید، حضرت جبرئیل در برابر وجود خداوندی در حیرت فرو مانده بود. خداوند به او میگفت که تو کیستی و من کیستم، جواب بده. و جبرئیل در جلوه جمال خداوندی در حیرت باقی مونده بود و لب به تکلم نمیتونست بکشاند، نمیتونست هیچ حرفی بزنه، تا اینکه حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، وجود نورانی حضرت، میاد و یاری میده به جبرئیل. میگه جبرئیل بگو تو خداوندی و من بنده تو هستم. اینجا اون رو به شعر کشیده. جبرئیل باب من بودت ممد، یعنی مدد رساند به تو،
که شدی حق را به پاسخ مستعد. آن زمان که آفرید از نیستی، آن زمان که تو را آفرید از نیستی، گفت برگو من کیم تو کیستی؟ سالها ماندی تو حیران در جواب، کرد تعلیمت در آخر بود و راب. گفت برگو تو خداوند جلیل، من کمین عبد تو نامم جبرئیل. جبرئیلا من خلیفه آن شهم، وارث اسرار آن باب اللهم. من خلیفه اون شاه هستم، اونی که تو رو یاری داد. آن ستاره کت نمودن آن محجبین، دیده بکشا در جبین من ببین. آن نشانه ولایت رو که در پیشانی امیرالمؤمنین دیدی، اگر چشمانت رو خوب باز کنی، همان نشانه رو در پیشانی من هم خواهی دید. جبرئیلا چشم دیگر بایدت، تا که حال عاشقان بنمایدت. باید چشم دیگری باز کنی تا حال عاشقان رو درک بکنی. این در عرفان اومده که فرشتگان قادر به عاشق شدن نیستند، هرچند وجود اونها ممتزج از عشق است و اصلا سرتاپای وجود اونها عشق هست، ولی عشق یک مسئله اختیاری هست. عاشق اختیارا خودش رو در وادی عشق هلاک میکنه. بنابراین فرشتگان اون طعم عشق رو مانند اون موجوداتی که دارای اختیار هستند درک نمیکنند. جبرئیلا من خود از کف رشته ام، دست جانان است تار رشته ام. من اختیارم رو در کف نهادم و در مقابل معشوق گذاشتم. هشته طوق عشق برگردنم، میبرد آنجا که خواهد بردنم. این حدیث مهنت ایوب نیست، داستان یوسف و یعقوب نیست. صبر ایوب از کجا و این بلا، این حسین است و حدیث کربلا. این هم نکته ای داره، این هم نکته ای داره. یک داستانی هست در مثنوی که مولانا میگه که اولیای الهی صاحبی دارن. مثالی میاره، یک جزیره ای هست، چند نفری در اون جزیره گیر افتادن، یک بچه فیل رو پیدا میکنن، این فیل رو میکشند و میخورن. یک نفر از اون نمیخوره از گوشتون، میگه که این مادرش میاد شما رو میکشه. و بعد مادر فیل میاد یک به یک کسانی که گوشت بچهش رو خوردن، یک به یک اینها رو له میکنه، از بین میبره. مولانا از اونجا مثال میاره و میگه که اولیا مانند اون بچه فیل هستن، اونها صاحب دارن، کسی نمیتونه به اینها نزدیک بشه، و اگر کسی اونها رو اذیت بکنه صاحب این ولی پدر اون رو در خواهد آورد. اما ظاهراً این جزای اذیت و آزار اولیا الهی در گذشته به صورت این معجزات عجیب و بلاهای عجیب ظاهر میشد. یعنی فرض کنید وقتی قوم سمود مثلا ناقه صالح رو کشتن، صاعقه اومد و همه این قوم رو از بین برد، یا قوم حضرت هود یا حضرت لود یا همه اون کسانی که بودن، اینها با وقایع طبیعی بسیار سهمگینی همه قومشون اقوامشون از بین رفتن. ولی رفته رفته این سیر هدایت به مرحله ای رسید که خداوند دید که این آیه هست در سوره اسراء، جالب این آیه رو شاید در آینده در موردش صحبت میکنیم. میفرمایید و ما منعنا ان نرسل به آیات الا ان کذب به هل اولون. این آیات الهی رو فرستادن از ما منع کردیم، و ما منعنا چیزی منع نکرد از ما. ان نرسل به آیاته، که آیاتی به روی زمین بفرستیم، الا ان کذب به هل اولون، مگر اینکه اون قوم ها و اقوام پیشین کذب بستن به اون، گفتن دروغ هست. مثل اینکه خداوند در این سیر هدایت انسان ها دیده که بله این معجزات و اینها رو هم به کذب نسبت میدن، و یا تأثیر اونچنانی بر اینها، تأثیراتی که البته داشته، یعنی این معجزات باعث دیگرگونی ها در جوامع بشری شده در حقیقت. ولی رفته رفته به مسیری این انسانیت افتاده
که دیگه نیازی به اون اتفاقات بسیار سهمناک وجود نداشته باشه. شما دقت کنید، ببینید در جامعه انسانی ما مفاهیمی امروز داریم مثل شفقت، مثل نودوستی، مثل ترحم، که اینها از نگاه حیوانیت، انسان خب که حیوان ناطق هست دیگه، میتونست هیچ مفهومی نداشته باشه و از طرفی انسان با این عقل خودش دست به جنایات و اتفاقاتی بزنه که لا تعد و لا توسا. در حقیقت این مسیر هدایت با همه اون آیاتی که نشون داده، با همون اون اتفاقات سهمناک اون که اتفاق افتاده، مسیر انسانیت رو به مسیری رسونده که دیگه انسان با اینکه در جامعه ما باز هم اتفاقات سهمناکی میفته، همین مسئله فلسطین یا چیزهای دیگه که ما میبینیم و وحشیتی که انسان از خودش در برابر انسانهای دیگه نشون میده، این رو شاهد هستیم. ولی حداقل ما میگیم یه معیارهایی برامون باقی مونده، ارزشهایی برای انسانیت هست و این ارزشها ریشه دار شده. به نظر میرسه که وقتی وجود مقدس حضرت پیامبر صلوات الله علیه پا به عرصه نبوت گذاشت، دیگه این باب عذابها به پایان رسید و باب رحمت باز شد، رحمت للعالمین بودی شد و خداوند سر آن ندارد که بار دیگر این بلاهای خاص رو برای بشر بیاره. اگر قصد داشت این کار رو بکنه، اتفاقا همون صحرای کربلا بهتر اینجا بود که ولی الهی رو به اون نه مورد ظلم قرار دادن، خودش و اهل بیتش رو، و باز به اون نه اون بلایی که انتظار میرفت به وجود بیاد به وجود نیومد. البته اون کسان که کشندگان حسین بودن بعدن به اون عاقبت خودشون دوچار شدن، مختار ثقفی رحمت الله علیه اومد یکی یکی اینها رو، ولی اون کسانی که واقعا مجرم بودن و این رو اینها رو به سزای اعمالشون رسوند، ولی اینکه این اتفاق سهمناک که واقعا دردآور هست، مخصوصا وقتی در مورد یک ولی الهی اتفاق میفته، این موجب بلا نشد، این به خاطر همون رحمت للعالمین بودن پیامبر و تصمیم خدا بر این که باب رحمت به روی انسان‌ها باز بشه. پس انسان باید اون شرایط خودش رو درک بکنه. ببینید در قرآن یک آیه هست که خطاب به انسان میگه که یرید الانسان لیفجر امامه. انسان همیشه دوست داره که کارهای خارق اون عرف انجام بده، از اون عرف و از اون روال عادی، از اون روال میانه خارج بشه و به اون سر حد نهایت مسائل برسه. مثلا در ظلم به سر حد نهایت برسه. ببینید در واقعی کربلا این ظلم رو به سر حد نهایت رسوندن. آخه طفل 6 ماهه رو چرا باید اینطور شهید کرد؟ یا مثلا کودکان رو چرا اینطور باید بهشون ظلم کرد؟ اینا سعی کردن که باز اونجا هم به سرحد، انسان باید میانه رو باشه، خیر الامور اوسطها، در اون میانه مسیر حرکت بکنه و تاریخ و سیر خلقت هم انسانها رو، تمام خلقت رو در اون میانه داره میبره جلو. و کسانی که خیلی به اون سرحدات میرن، چه در منفی و چه در مثبت، ناخودآگاه در اون ضربه ها خونسا میشن و بر میگرن. و اینجا هم در حقیقت این اتفاقات داشت می افتاد و به خاطر اون رحمتی که حضرت پیامبر برای امتش آورده بود به اون حد نهایتش نرسید. هرچند میگم اون کسانی که مجرم بودن در حقیقت به سزای اعمالشون رسیدن، ولی اون بلایی که انتظار می رفت اتفاق بیفته اتفاق نیفتاد. صبر ایوب از کجا و این بلا، این حسین است و حدیث کربلا، دور کش زین ورد رخته محتشم، تا نسوزد شهبرت را آتشم، این سپاهت دور دار از راه من، که جهانسوز است برق آه من. خب این مکالمه اینجا تموم میشه با جبرئیل و بعد از اون میرسیم به بخش بعدی که آمدن فرشته آتش به یاری امام حسین هست.
میتونیم البته این چند بیت رو هم بخونیم یه چند دقیقه بیشتر، حالا اگر مصده اوقات نمیشه که برای جلسه بعد هم بتونیم جلوتر بریم. آمده فرشته آتش به یاری امام حسین علیه السلام، شد به سوی آسمان آن روح پاک یعنی جبرئیل که فرشته آتش آمد سوزناک. گفت شاها من فرشته آتشم که سمندروار بر آتش خوشم، حکم کن ای نائب رب و نجوم، سوزم این حزب شیاطین از رجوم. حکم بکن که این افراد رو یکی یکی با اون چاپ سنگ های آتشین بسوزونم و از بین ببرم. گفت من بودم که با امر جلیل کردم آتش را گلستان بر خلیل، اگر آتش بر ابراهیم گلستان شد این از اذن ما بود، از ما اذن ما اهل بیت بود، از اذن ما اولیاء الهی بود. من فرستادم بلای سائقه ای فرشته بر قرون سابقه، حتی اگر بلایی از سائقه بر اقوامی از پیشینیان اومد اون هم به اذن ما بود. هست بر نطقم کلیم الله گوا که منم آن آتش افروز تو با. حتی اون آتشی که موسی در کوه دید و با خدای خودش از طریق اون درخت و از طریق اون آتش صحبت کرد که ندا اومد اخلع نعلیک انک به باد المقدس توا، حتی اون صدا و اون آتش هم از وجود من بود. اگر موسی کلیم الله اینجا بود خودش گواهی میداد که صدا صدای من بود. پر مزن بر آه آتش زای من، کآتش عشق است سر تا پای من، دور دار از آتش من دامنت ای فرشته تا نسوزد خرمنت. عهد عشق است این نه عهد امر و زید، پوید اینجا از پی صیاد سید. اینجا عهد عاشقی است، اینجا صیاد سید به دنبال صیاد روان هست. ورنه گر خواهم من از یک شعله برق خود جهان از غرب سوزم تا به شرق، اگر من بخواهم همه این آدم رو به یک صاعقه آتش از بین میتونم ببرم. خب فرشته آتش به آسمان میره و فرشته باد میاد. به نظرم در اینجا میتونیم توقف کنیم که انشاءالله فردا ادامه این اشعار رو خدمتتون ارائه بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.